دوستان گرامی از حالا به بعد روزهای جمعه ما یک فایل تاریخ هم اضافه بر داستانه که خدمتون تقدیم میشه خواهیم داشت کتاب آنچه بر ایران گذشت از قاجار تا پهلوی نوشته ای آقای دکتر فریدون قاسمی نشر مهری در لندن قطعا برای هموار کردن راه آینده باید گذشته رو درست چناخت. و گذشته تاریخ و تاریخ تحریف میشه و اگر هم تو تحریف نشه اگر کسی احساس احساس مهر و کین یا ایدولوژی خودش رو در دیدگاه خودش در تحلیل تاریخ دخالت بده ما رو به بیراه میبره تصور بنده اینه که این کتاب به نسبت از اون مهر و کینی که اغلب نویسندگان دارند خالیه علا رغم این بنده در جاهایی که نیاز به مطالعه بیشتر هست و به خدمت شما نظر خودم رو نظر بی ارزش خودم رو از خواهم کرد مثلا در تحلیل علل انقلاب ایران چیزی رو که به مورخ بهش اشاره نداره فرهنگ ایرانه یعنی مهمترین عامل ایشون به فساد اداری اشاره میکنم ولی فساد چیزی نبوده به وجود اومده باشه این فساد بوده به تدریج داشت کمرنگ میشد کسی به وجودش نیورده بود و همچنین فرهنگی که قریب شاید چهل درصد مردم یه جامعه احساس کنند که عکس کسی رو تو ماه میبینند خب این یکی از عوامل عمده انقلاب بود یکی از عوامل عوامل دیگه هم قطعا در کار بوده یا مثلا تشکیل اوپک تشکیل اوپک رو ایشون اشاره آنچنانی نفرمودن و از روز خیلی سدی گذاشتن البته در مقدمه حالا در قسمت های مختلفی که خدمتون ارز خواهد شد بنده اگر موردی باشه که نیاز به مطالعه باشی یا محل تردید باشه خدمتون عرض خواهم کرد این شما و این هم تاریخ کشورمون به تدریج در هر جمعه تصور میکنم بیش از یک سال طول بکشه تا این کتاب دو هزار صفحه ای به پایان برسه اما ارزشش رو داره به خاطر اینکه خیلی وقتا پیش میاد بسیاری از ما مثلا کسی میگه که آقا جزیره خرمز را چرا جدا کردند خب ما چون مطالعه نکردیم نمیدونیم واقعا کردن نکردن کی کرد و مطلب نادرستی رو که طرفمون بگه حداقل در مقابلش بی جواب میمونیم اما این کتاب باعث میشه یک آشنایی کامل و کلی نسبت به تاریخ کشورمون در دویسی سال اخیر پیدا کنیم این شما و این هم کتاب آنچه بر ایران گذشت <موسیقی> کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند. آنچه بر ایران گذشت از قاجار تا پهلوی جلد اول نوشته فریدون قاسمی ویراستار سیروس رازقی پور انتشارات مهری در لندن پیشکش به جوانانی که خواهان آشنایی با تاریخ معاصر ایران هستند پیش گفتار دودمان صفوی در فاصله سالهای 905 تا 1148 قمری، 1500 تا 1735 میلادی بر ایران حکومت میکرد. دوران حکومت این دودمان یکی از مهمترین ادبار تاریخ ایران به شمار می آید زیرا پس از گذشت نزدیک به 900 سال از قدودیختن شاهنشاهی ساسانی در نتیجه حمله اعراب، در سال که قمری 652 میلادی یک حکومت متمرکز و پادشاهی مقتدر ایرانی توانست بر سراسر سر ایران آن روزگار حکومت کند گرچه پس از اسلام چندین دودمان ایرانی مانند سفاریان، سامانیان، آل بویه و سربداران به قدرت رسیدند ولی هیچ کدام نتوانستند تمام ایران را زیر سیطره خود قرار دهند در دوران دودمان صفوی حکومت خانخانی قبیله ای و محلی از بین رفت و جای خود را به یک حکومت متمرکز مستقل نیرومند و مورد احترام داد شاه اسماعیل صفوی بنیانگذار این دودمان آین شیعه را مذهب رسمی ایران قرار داد تا بتواند از آن به عنوان عامل همبستگی ملی استفاده نماید و هم از فشار سهمگین امپراتوری سنی مذهب عثمانی بکاهد. پس از استقلال دودمان صفوی ایران از ثبات و یک بارچگی برخوردار شد و روابط ایران و کشورهای اروپایی به دلیل نگرانی اروپا از توسعه طلبی عثمانی گسترش یافت. دودمان صفوی توانست دوباره از ایران دولتی مستقل، نیرومند و مورد احترام بسازد که مرسای آن در زمان پادشاهی شاه اول تقریبا برابر با مرزهای ساسانیان بود متاسفانه در دوران شاه سلطان حسین 1105 تا 1135 قمری بر اثر سیطره ملایان بر دربار دولت صفوی گرفتار ضعف و حمله محمود افغان شد و سرانجام در زمان شاه عباس سوم 1144 تا 1148 قمری بساط این دودمان پس از 243 سال برچیده شد و پس از آن افشاریه 1148 تا 1218 قمری و زندیه 1163 تا 1209 قمری یکی پس از دیگری بر ایران حکومت کردند و در نهایت سلطنت و اقتدار سیاسی آنها به دست پادشاهان قاجار 1200 تا 1344 قمری افتاد. به نوشته مریم اکبرنژاد مهربان نظام اداری اجتماعی و ارتشی حکومت ایران در دوران افشاری دارای سه خصلت عمده بود یک اقتدار عمیق خودمهوری و دیکتاتوری شاه دو تکه بر عناصر نظامی و قرار دادن آنها بر گلوگاه های قدرت حکومت و سه تکه بر غیر مذهبی بودن حکومت برای گریز از اختلاف ها و کشمکش های درونی جامعه و همچنین به منظور پرهیز از جنگ یا تیرگی روابط با ترکان عثمانی کریم خان اولین و ترین پادشاه زندیه بود او که بر سراسر ایران به جز خراسان حکومت میکرد، کرد هیچگاه خود را شاه نخواند و خیشتن را وکیل و رو می دانست. در دوران حکومت سی ساله ی وی از 1163 تا 1193 قمری ایران پس از سالها جنگ و جدال و هرج و مرج اندک اندک به سوی آرامش و آسایش پیش میرفت. ولی با مرگ وی کشور بار دیگر دچار فتنه و آشوب شد و در مجموع هفت تن از جانشینانش نتوانستند بیش از شانزده سال بر ایران حکومت کنند لطفالی خان زند پس از یک سلسله درگیری سرانجام به اصالت آقا محمد خان قاجار درآمد و به دستور وی نخست لطفالی خان را کور کردند و سپس به تهران فرستادند آنگاه حاکم تهران به دستور آقا محمد خان به زندگی وی پایان داد. با قتل لطفالی خان فرمان روایی سلسله زندیه در تاریخ ایران به پایان رسید و جای خود را به دودبان قاجار داد. پادشاهان قاجار حکمرانان مستبدی بودند و در دوران حکومت آنان روحانیون آهسته آهسته بر افکار و آراء مردم مسلط شدند و به تدریج خرافات جانشین خرد شده افزون بر این در نتیجه سالها درگیری داخلی و خارجی و مخصوصا در اثر بروز قهدی ها و بیماری های واگیر جمعیت کشور کاهش یافت قسمت از خاک ایران از آن جدا شد و اختلافات شیعه و سنی همچنان باقی ماند در دوران سلطنت پادشاهان قاجار کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا گام های بلندی به سوی ترقی برداشتند ولی در ایران خبری از این پیشرفت ها نبود. گرچه بزرگانی مانند عباس میرزا، میرزا ابوالقاسم فراهانی، با مقام دوم، میرزا تقیخان امیرکبیر میرزا حسین خان سپه سالار و میرزا علی خان امین الملک از جمله سیاستمداران کاردانی بودند که در راه ترقی و پیشرفت ایران تلاش کردند ولی زحمات این بزرگان به جایی نرسید و حتی ده ای از آنها همچون میرزا ابوالقاسم فراهانی و میرزا تقیخان امیر کبیر جان خود را در این راه از دست دادند در این سالها اروپا بر سرعت پیشرفت خود به طور چشم گیری افزود از طرف دیگر ناپلون در فرانسه و الکساندر اول در روسیه ظهور کردند و انگلستان هندوستان را مستعمره خود ساخت این در حالی بود که ایران این تحولات مهم را به درستی درک نمی کرد و در نتیجه نتوانست از رقابت های دولت های بزرگ همچون روسیه، انگلستان و فرانسه به نفع خود استفاده کند. در این اوضاع آشفته، در دوران حکومت علی شاه، روسیه موقعیت را برای تصرف بخشایی از سرزمین حاصلخیز ایران در قفقاز قنیمت شمرد و با برنامه چینی جنگ هایی بین دو کشور براه انداخت که در فرجام ایران ضعیف شده. روس از این ضعف بهره برده و عهد نامه های گلستان و ترکمنچای را به ایران تحمیل کرد. در سالهای آغازین حکومت قاجار، آقا محمد خان کشور از هم پاشیده ایران را متحد کرد و زیر فرمان دولت مرکزی قرار داد. متاسفانه این وضعیت چندان دوام نیاورده. در دوران حکومت جانشینان وی در نتیجه اعمال نفوذ روسیه و انگلیس به تدریج قسمتهایی از خاک ایران مانند قفقاز خارزم ترکمنستان افغانستان و بخشهایی از سیستان و بلوچستان از آن جدا شدند در نتیجه در اواخر دوران سلطنت پادشاهان قاجار حکومت ایران دوباره به ساختار ملوک و بازگشت و افرادی در قسمت های مختلف آن ادعای استقلال کردند. در این مورد میتوان به شیخ از در خوزستان، اسمایل آقا در آذربایجان غربی، شیخ محمد خیابانی در تبریز، میرزا کوچکان در گیلان، امیر معید سوادکوهی در مازندران و کلونل محمد تقیخان پسیان در خراسان اسم برد. در دوران سلطنت پادشاهان قاجار انگلیس و روسیه در امور داخلی ایران دخالت می کردند افزون بر این ناصر دین شاه و مزفر دین شاه برای سفر به اروپا وامهای کلانی از این دو کشور دریافت کردند و در مقابل امتیازاتی مانند امتیاز رایتر و امتیاز انحصار تنباکو به کشورهای خارجی به خصوص انگلستان دادند دادن این امتیازات با مخالفت مردم روبرو شد و دولت قاجار ناچار به پرداخت قرامت زیادی برای لغو آنها گردید. این مسائل در حالی اتفاق می افتاد که مردم کشور در فقر و بیکاری به سر می و ادعی برای تأمین زندگی خود و خانواده هایشان دست به مهاجرت به کشورهای همسایه مانند روسیه و عثمانی زدند و به کارهای پست تندر دادند. از سوی دیگر دگرگونی هایی که در اواخر سلطنت ناصر الدین شاه و در دوران پادشاهی مزفر الدین شاه اتفاق افتاد و منجر به انقلاب مشروط گردید نیز به نتیجه ای نرسید. محمد علی شاه مجلس را به توپ بست و دیکتاتوری را دوباره برقرار کرد. این اقدام به زیان وی تمام شد و از ترس مردم ناچار به سفارت روسیه پناه برد و پس از پناهندگی به سفارت از سلطنت خل و به روسیه تبعید گردید. جنگ جهانی اول مشکلات دیگری بر مشکلات ایران افسود و در نتیجه قهدی ناشی از خرید غلات توسط نیروهای اشغال و اعتکار آن توسط ثروتمندان از جمله شخص احمد شاه قاجار و شیوع بیماری های وبا، حسبه و آنفولانزای اسپانیایی کشور حدود 8 میلیون از جمعیت 18 میلیونی خود را از دست داد. در چنین اوضاع و احوالی رضاخان میرپنج پس از کودتای سوم اسفند 1299 خورشیدی به فرماندهی سپاه ایران رسید و به سردار سپه ملقب شد. وی با اعمال قدرت توانست سلطه ی حکومت مرکزی را به سراسر سر ایران گسترش دهد و در اثر کاردانی به زودی به مقام نخست وزیری برسد. آنگاه بر صدد برآمد تا به پیروی از ترکیه در ایران نیز حکومت جمهوری برقرار کند. ولی از آنجایی که روحانیون حکومت جمهوری را مخالف منافع خود تشخیص دادند ویدا در سال 1304 خورشیدی با عنوان رضا شاه پهلوی به سلطنت رساندند. رزاشاد در هنگام عهدهدار بودن وزارت جنگ در کابینه های سید زیادین تبا طبع تبایی تا میرزا حسن خان مشیر از سوم اسفند 1299 تا دوم آبان 1302 خورشیدی دوره دو ساله نخست وزیری از آبان 1302 تا آزر 1304 و دوره شانزده ساله پادشاهی از آزر 1304 تا 20 شهریور 1320 کارهای بنیادین فراوانی از جمله اقدامات زیر را انجام داد. یک پارچه کردن کشور از طریق سرکوب افراد و قبایلی که در مناطق مختلف ادعای استقلال می کردند. جدا کردن دین از سیاست و قائل شدن محدودیت هایی برای روحانیون. خارج کردن آموزش و پرورش و سیستم غذایی از شنگ ملایان و پایگذاری سازبان نوین آموزشی و دادگستری کشور تأسیس ارتش نوین ایران و تجهیز آن با خرید لوازم نظامی از آلمان اعزام 600 دانشجو به کشورهای پیشرفته غربی برای تحصیل در رشته های مورد نیاز کشور تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 شمسی ساخت راه آهن سرتاسری ایران با بستن مالیات بر روی قند و شکر به کمک مهندسین خارجی و به بهره برداری رساندن آن یک نباخت کردن لباس مردان خارج کردن زنان از زیر بند چادر گسترش صنایع نظامی و غیر نظامی گسترش آموزش و پرورش گسترش خدمات بهداشتی گرچه رزاشا خدمات ارزنده بالا را که سالها جزو امیال و آرزوهای ترقیخواهان و وطن ایران از مشروط به این سو بود را انجام داده متاسفانه دو لکه سیاه یکی اشتهای سروتندوزی سیری ناپذیرش و دو ریختن خون مخالفان و تعدادی از شخصیت که سالها در استقرار حکومت با همکاری کرده بودند نام زشتی از خود در تاریخ بر جای گذاشت موضوع دیگر اینکه دست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی به ناحق وی را دست نشانده انگلیس قلمداد می کنند و چون این وانمود می سازند که انگلیس رضاخان را به قدرت رساند و وی نیز در مقابل کمر به خدمت انگلستان بست و هنگامی که تاریخ مصرفش به پایان رسید او را از سلطنت برکنار و به جزیره موریس و از آنجا به آفریقای جنوبی تبعید کرد در حالی که تحقیقات مستند پژوهشگران ایرانی مانند سیروس غنی و صادق زیبا کلام که بر اساس مکاتبات انتشار یافته میان سفارت انگلیس در تهران با وزارت خارجه آن کشور در لندن انجام یافته است خلاف این موضوع را به اثبات میرساند رزاشا با توجه به سوابق ممتد دخالت انگلیس و روسیه در امور داخلی ایران برای نوسازی کشور از آلمان کمک گرفت و همین موضوع باعث شد که در رابطه با جنگ جهانی دوم تحت فشار قرار گیرد و در شهریور 1320 به نفع فرزندش محمد رضا از سلطنت کنار گیری کند. در سالهای آغازین سلطنت محمد رضا که خود را ملزم به رعایت قانون اساسی مشروطه می دانست پیشرفت و آبادانی متوقف شد و وی دوران هرج و مرج و پر آشوبی را تا کودت های 28 مرداد 1332 تجربه کرد. از آغاز سلطنت محمد رضا شاه حزب توده با راهاندازی اعتصابات کارگری و تظاهرات خیابانی و فدایان اسلام با دست زدن به قتل های سیاسی جو سیاسی کشور را متشنج ساختند علاوه بر این دولت های متعددی که اکثر آنها بیش از شش ماه دوام نداشتند آمدند و رفتند و نتوانستند قدمی در راه رفع مشکلات مردم و پیشرفت کشور بردارند اما در این مورد دو استثنا وجود داشت استثنای اول نخست وزیری احمد قوام قوام السلطنه بود که 22 ماه طول کشید و توانست نیروهای شوروی را از خاک ایران بیرون کند و به قائله آذربایجان پایان دهد استثنای دوم دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق بود که از اردی اردیبهشت 1330 تا 28 مرداد 1332 به مدت 28 ماه ادامه یافت. دکتر مصدق اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت را که در تاریخ 29 اسفند 1329 20 مارس 1951 در مجلس سنا به تصویب نهایی رسیده بود در دستور کار خود قرار داد و از شرکت سابق نفت ید کرد. زیرنویس در رابطه با مسائل مربوط به نفت تذکر چند موضوع که در فصل سوم درباره آنها توضیح داده شده قابل توجه می باشد. دکتر رزا رادبنش عضو فراکسیون حزب توده در مجلس در جلسه 19 مرداد 1323 با دادن هر گونه امتیاز به خارجیان از جمله واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی مخالفت کرد ولی چون حزب توده به تبعیت از خواسته شوروی دادن این امتیاز را ضروری می وی دیگر در این مورد صحبتی نکرد و در روزهای بعد تظاهراتی به نفع واگذاری این امتیاز به روسیه شوروی برگزار گردید دو در مجلس دوازده آذر 1323 غلام حسین رحیمیان نماینده قوچان طرحی برای القای امتیاز نفت جنوب به مجلس چهاردهم تقدیم کرده و از دکتر مصدق خواست که آن را تایید کند ولی دکتر مصدق این درخواست را رد کرد و گفت نمی توانیم قرار داد را یک طرف لغو کنیم. سه احمد قوام در دوران نخص وزیری خود برای گرفتن رضایت شوروی جهت ترک خاک ایران موافقت نامه ای را در پانزده فروردین 1325 با سالیچکوف برای تأسیس شرکتی با شوروی جهت برداری از نفت شمال امضا کرد این موافقت نامه در جلسه 29 مهر 1326 مورد بحث قرار گرفت و طبق قرار پشت پرده قوام با نمایندگان مجلس این موافقت نامه رد شد و در همین جلسه ماده واحدهای شامل پنج بند از تصویب مجلس گذشت مطابق بند ه این ماده دولت مکلف کردید که به منظور استیفای حقوق ملی در مورد نفت جنوب اقدامات لازم را به عمل آورد و مجلس را از نتیجه مطلع نماید این موضوع در اواخر دولت قوام و دولت های بعدی دولت های ابراهیم حکیمی عبدالحسین حجیر محمد سائب علی منصور و رزمارا مورد توجه قرار گرفت ولی مذاکرات با نمایندگان شرکت نفت به جایی نرسید زیرا شرکت مخالف هر گونه تغییر در قرارداد بود تا اینکه در 26 تیر 1328 در دولت ساعد قرارداد الحاقی گس گلشاییان به امضا رسید مطابق این قرارداد درآمد ایران از هر تن نفت از 4 شیلینگ به 6 شیلینگ افزایش یافت که فاصله زیادی با قرارداد نفتی 50 پنجاه سایر کشورها داشت در نتیجه این قرارداد از طرف مجلس رد شد تا اینکه در سی خرداد 1329 مجلس شورای ملی به تقاضای نخست وزیر علی منصور کمیسیون مخصوص نفت را با شرکت 18 نفر از نمایندگان به ریاست دکتر محمد مصدق تشکیل داد و سرانجام قانون ملی شدن صنعت نفت پس از ترور رزمارا در 16 اسفند 1329 در روز 29 اسفند 1329 در دوران نخست حسین علا به تصویب نهایی مجلس سنا رسید و این روز به نام روز ملی شدن صنعت نفت نامیده شد. دنبالی مد. هرچند که وی از این راه به مردم ایران خدمت بزرگی کرده ولی به تدریج با مشکلات داخلی و خارجی روبرو شد در داخل یاران نزدیکش مانند دکتر مزفر بقایی آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی و حسین مکی از وی فاصله گرفتند و مسئله نفت از یک مسئله اقتصادی به یک موضوع سیاسی و مبارزه ضد استعماری تبدیل شد افزون بر این به دلیل قطع درآمدهای نفتی اوضاع اقتصادی کشور با مشکلات جدی روبرو گردید در صحنه خارجی دولت کارگری انگلیس در انتخابات شکست خورد و وینستون چرچیل از حزب محافظه کار در سوم آبان 1330 26 اکتبر 1951 به نخست وزیری انتخاب شد چرچیل ملی شدن صنعت نفت ایران را غیرقانونی میدانست و مانع صدور نفت ایران شد از جانب دیگر دکتر مصدق توصیه حامی خود پرزیدنت هنری ترومن رئیس جمهور آمریکا از حزب دموکرات در مورد واگذاری موقت دو ساله اداره صنعت نفت به بانک جهانی عمران توسعه به منظور راهاندازی این سنعت، و کسب درآمد برای دولت ایران و جستجوی یک راه حل منصفانه دراز مدت را رد کرد. پس از آن اولین طرح مشترک آمریکا و انگلستان توسط ترومن و چرچیل برای حل مشکل نفت به دولت ایران ارائه شد. این طرح نیز توسط دولت مصدق رد شد. طولی نکشید که اوضاع سیاسی در ایالات متحده نیز تغییر کرده. به این ترتیب که ژنرال داوید آیزنهاور از حزب به در سی دی 1331 20 ژانویه 1953 جانشین پرزیدنت ترومن از حزب دموکرات شد آیزنهاور و چرچیل دومین طرح مشترک آمریکا و انگلستان را به دکتر مصدق ارائه دادند دکتر مصدق این طرح را هم که به عقیده دکتر فعاد روحانی کارشناس برجسته نفتی که سالها مدیریت کل سازمان اوپک را بر عهده داشت بهترین طرح ارائه شده به ایران بود را نیز رد کرد در نتیجه پس از رد تمام پیشنهادهای ارائه شده برای حل مسئله نفت توسط دکتر مصدق دو کشور قدرتمند ایالات متحده آمریکا و انگلستان با رهبری دو برنده جنگ جهانی دوم برای حفظ منافع نفتی خود در منطقه و جلوگیری از افتادن ایران به دست کمونیست ها دست به دست هم دادند و کودتای 28 مرداد 1332 را برنامه ریزی کرده و به اجرا گذاشتند. پس از کودتای 28 مرداد 1332 محمد رضا شاه قدرت را در دست گرفت و با اعدام و حبس مخالفان قانون اساسی را کنار گذاشت و به جای سلطنت کردن به حکومت کردن پرداخت. و در جهت پیشبرد کشور دست به اقداماتی زد. اولین اقدام دولت کودتا با نخست وزیری سرلشکر فضل الله زاهدی انعقاد قرارداد با کنسرسیوم نفت مرکب از شرکت های نفتی انگلیسی، ایرانی، هلندی و فرانسوی بود که منجر به راه افتادن صنعت نفت و ایجاد درآمد برای کشور شد. راهندازی صنعت نفت انتظاری بود که مردم از دکتر مصدق داشتند ولی ناآگاهی وی و مشاورانش از مسائل مربوط به بازار جهانی نفت باعث شد که آنها تمام راه حل‌های پیشنهادی را رد کنند در دوره ده سال از 1341 که برنامه عمرانی سوم از 1341 تا 1346 آغاز شد تا سال 1351 که برنامه عمرانی چهارم 1347 تا 1351 به پایان رسید نرخ رشد اقتصادی ایران بالای 10 درصد و نرخ تورم هم به طور میانگین حدود 3 درصد بود این میزان کارایی اقتصادی آن زمان در همه اقتصادهای دنیا بینظیر بود اما پس از آن که قیمت نفت در اکتبر 1973 مهر ماه 1352 از دو ممیز 93 دلار در بشکه به پنج ممیز 12 دلار و سپس در ژانویه 1974 به 11 ممیز 65 دلار افزایش یافت و درآمد سالانه ایران به 19 میلیارد دلار رسید از آغاز سال 1354 کشور دچار مشکلات متعدد اقتصادی گردید. از جمله نرخ رشد اقتصادی به نسبت قبل پایین آمد و در مقابل نرخ تورم به شدت بالا گرفت. تورمی که زیر حدود 3 درصد بود، طی مدت بسیار کوتاهی دو رقمی شد و به 25 درصد رسید. در کنفرانس رامسر که از روز ده مرداد 1353 به مدت دو روز در حضور شاه برگزار شد دکتر عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه بر این نظر بود که درآمد نفت ایران به صورت واقعی کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه پس از مدتی مازاد درآمد موجود به کسری بودجه تبدیل خواهد شد از این رو بهترین است که از همین الان خودمان را آماده کنیم تا در آینده دچار کسری بودجه نشویم یعنی باید بخشی از مازاد درآمد کنونی را پسنداز و در خارج از کشور سرمایه گذاری کنیم که بعدا این سرمایه ها به تدریج به کشور بازگردند متاسفانه این توصیه مورد مخالفت دکتر محمد یگانه رئیس بانک مرکزی قرار گرفت شاید به منظور خوشایند شاه و استدلال کرد که این نظر اقتصاددانان سازمان برنامه است ما در بانک مرکزی پیش بینی های خودمان را داریم و چنین مسئله ای را ما در آینده نمی بینیم سرانجام در بازنگری برنامه عمرانی پنجم کشور 1352 تا 1356 درآمدهای نفتی به این برنامه تزریق شد در نتیجه کشور که به پیشرفت‌های قابل ملاحظه زیر دست یافته بود دچار بحران و انقلاب شد یک گسترش صنایع نفت گاز و پتروشیمی دو ایجاد صنایع فولاد با صدور گاز به روسیه در مقابل دریافت صنعت زوب آهن سه توسعه صنایع ساخت لوازم خانگی چهار گسترش صنایع نظامی 5. گسترش صنعت منتاج خودرو و وسائل نقلیه 6 اکتشاف و بهره برداری از معادن مس، زغال سنگ و سنگ آهن 7 گسترش صنعت ایرانگردی و تشویق جهانگردان به دیدار از ایران 8 تشکیل سپاه دانش بهداشت و عمران 9 گسترش ها در مراکز استانها 10 توجه به حقوق زنان و حمایت از شرکت آنان در تمام زمینه ها یازده اجرا کردن طرح تغذیه رایگان دانش آموزان کشور دوازده تبدیل کردن ریال به یکی از ارزهای معتبر جهانی و سیزده لغو روادید برای ایرانیان جهت سفر به بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی انقلاب ایران نتیجه عوامل گوناگون داخلی و خارجی بود. پارگی از عوامل داخلی عبارت بودند از مسدود کردن فضای سیاسی کشور، مشارکت ندادن مردم در تعیین سرنوشت خود و پاسخگو نبودن به آنان. توجه نکردم به نظریات سیاستمداران دلسوز و کارشناسان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. میدان دادن به افراد نوکرسفت، چاپلوس و بله قربانگو، توضیع ناعادلانی سروت، دست به گریبان بودن مردم با نرخهای بالای تورم و بهره بانکی، سرکوب شدید مخالفان توسط سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک، انجام اصلاحات ارزی بدون ارائه خدمات لازم به کشاورزان از طریق شرکت های سهامی زراعی، و راهی شدن کشاورزان به هاشیه شهرهای بزرگ برقراری دوباره کاپیتالاسیون یا قضاوت کنسولی که توسط رضاشاه لغو شده بود آیت الله خمینی از این موقعیت استفاده کرد و شاه را مورد حمله شدید خود قرار داد صرف مبلغی در حدود 300 میلیون دلار زیرنویس مقامات ایران هیچگاه رقم دقیق این هزینه ها را اعلام نکردند و رقم 300 میلیون دلار که توسط خبرنگاران خارجی ارائه شده شامل هزینه پروژه های عمرانی مرتبط با این برنامه از جمله ساخت بنای یادبود شهیاد در تهران توسعه تأسیسات مخابراتی اسدآباد همدان توسعه فرودگاه شیراز تجهیز هتل های شیراز و تهران بوده است. دنباله متن برای برگزاری جشن های شاهنشاهی در 20 تا 24 مهر ماه 1350 خورشیدی با شرکت سران 69 کشور جهان زیرنویس باری از سران کشورهای بزرگ جهان از شرکت در این مراسم خودداری کردند و نمایندگان خود را به این جشن فرستادند. از جمله ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا معاون خود ملکه انگلیس پرنس فیلیپ و دخترش شاهزاده ان و فرانسه نخست وزیر خود را به این مراسم فرستاد دنبالی متن در حالی که حدود 60 درصد جمعیت سی میلیونی کشور بی سواد بودند و روستاییان دسترسی به خدمات اولیه پزشکی نداشتند قابل توجه اینکه برای برگزاری این جشن ها تمام دانشگاه را تعطیل و تعداد زیادی را دستگیر و روانه زندان کردند تا در اجرای برنامه جشن ها تظاهرات مخالفی صورت نگیرد. بازگذاشتن دست خاندان سلطنت و نزدیکان دربار در سودجویی در انعقاد قراردادهای گوناگون دولتی بحران مسکن و بالا رفتن روزانه قیمت آن بحران کمبود برق گسترش فساد اداری و مالی تحمیل حزب رستاخیز به مردم در سال 1353 برگزاری جشن هنر شیراز بدون توجه به فرهنگ و اعتقادات مردم گرچه مقامات سازمان برنامه و گروه بررسی مسائل ایران به ریاست دکتر هوشنگ رهابندی رئیس وقت دانشگاه تهران از این مشکلات آگاه بودند و گزارشات خود را به اطلاع دربار رسانده بودند ولی به گفته اسدالله علم وزیر دربار شاه به جایی رسیده بود که دیگر به حرف کسی گوش نمی کرد. در مجموع سیاستها و اصلاحات در دوران پهلوی اول و دوم گرچه به شیوهی مستبدان از بالا به پایین و نامتوازن انجام می شد ولی اغلب همسو با بخش از مطالبات زنان و مردان تجددخواه ایران و روندهای مثبت و مترقی که در سطح جهان و منطقه روی میداد بود در زمینه عوامل خارجی انقلاب می توان به دو عامل مهم اشاره کرد یک ناخشنودی کشورهای مقتدر غربی از افزایش شدید قیمت نفت که اقتصاد آنان را گرفتار مشکلات زیادی کرد و دو اطلاع آمریکایی ها و اسرائیلی ها از این موضوع که شاه قبل از حمله انور سادات به اسرائیل از این موضوع خبر داشته و آنان را مطلع نکرده بوده است سرانجام آتش انقلاب با با آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان توسط عوامل مذهبی و انداختن مسئولیت آن به گردن رژیم شاه شعله شد این رویداد وحشتناک در شب هنگام 28 مرداد 1357 رخ داد و به جان باختن 377 نفر زن، کودک و جوان بیگناه که برای فرار از گرمای تابستان در سالن خنک سینما به تماشای فیلم گوزنها نشسته بودن منجر شده حدود دو ماه و نیم بعد از این واقعه محمد رضا پس از سوختن تهران در آتش در روز 14 آبان 1357 آخرین نطق تلویزیونی خود را در روز پانزده آبان ایراد کرد و در این نطخ از جمله چنین گفت من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم من حافظ سلطنت مشروطه که محبت است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی، اراده ملی و به از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. من از همه شما هم بطنان عزیز می خواهم تا به ایران فکر کنید. همه به ایران فکر کنیم. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. بدانید که در راه انقلاب ملت ایران علیه استعمار ظلم و فساد من در کنار شما هستم و برای حفظ تمامیت ارزی وحدت ملی و حفظ شعائر اسلامی و برقراری آزادی های اساسی و پیروزی و تحقق خواست ها و آرمان های ملت ایران همراه شما خواهم بود امیدوارم در روزهای خطیری که در پیش داریم خداوند متعال ما را مورد عنایت و لطف خود قرار داده و همواره معید و حافظ ملک و ملت ایران باشد ان در هر حال تجارب گذشته مردم از عملکرد شاه که با هشدارهای نزدیکترین مشاورانش هم ترتیب اثر نمیداد زیرنویس شاه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه را جوجه کمونیست های آمریکایی میخواند و سه سال قبل از ایراد نطخ مشهورش وقتی که عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال 1354 به وی گفته بود که اوضاع در حال به هم ریختن است اجازه بدهید ما برای بهبود وضعیت کمک کنیم شاه در پاسخ گفته بود که من 34 سال ایران را بدون کارشناس اداره کردم بعد از این هم خواهم کرد دنبال این آنان را قانع کرد که این سخنان رفتارشان را تغییر نخواهد داد. از این رو به تلاش های خود برای سرنگونی رژیم ادامه دادند. اولی مورد هنگامی بود که در آغاز جشن های ساله شاهنشاهی در مهر 1350 در برابر آرامگاه کوروش کبیر و بسیاری از سران کشورهای خارجی چنین گفت کوروش شاه بزرگ شاه شاهن شاه هخامنشی شاه ایران زمین من شاهنشاه ایران و ملت من خاطر فراموش نشدنی تو را پاس می داریم. در لحظه ای که ایران پیوند خود را با تاریخ تجدید می کند حق شناسی خود را نصار تو قهرمان نامیرای تاریخ بنیانگذار کهنترین امپراتوری تاریخ می کنیم تو ای فرزند شایسته بشریت ای آزادی بخش بزرگ کورش در برابر آرامگاه ابدی تو خطاب به تو میگوییم آسوده بخواب که ما بیداریم و پاسدار ابدی میراث باشکوه تو هستیم متاسفانه وقایع چند سال بعد نشان داد که شاه نه تنها بیدار نبود بلکه در خواب عمیقی فرو رفته و تمایلی به دانستن و عملی کردن خواسته های ملتی که بر آن حکومت میکرد نداشت. دومین مورد هنگامی بود که در آغاز های 50مین سال شاهنشاهی پهلوی در روز اول فروردین 1355 2535 شاهنشاهی در برابر آرامگاه رضا شاه چنین گفت امروز در 2535 نوروز شاهنشاهی ایران و در 50مین نوروز شاهنشاهی پهلوی در برابر آرامگاه ایرانی بزرگی که روانش در کنار ما و همراه ماست به نام پرچمدار شاهنشاهی ایران پیمان جاوید دودمان پهلوی را با ملت خودم که به فرمان روایی آن افتخار دارم تجدید می کنم در پیشگاه تاریخ اعلام می دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرفرازی ایرانیان نداریم و وظیفه ای جز خدمت به کشور و ملت برای خود نمی شناسیم. ما از میان ملت ایران برخواسته ایم در خاک ایران زاده شده ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت به یاری پروردگار توانا من و شما دست در دست هم راه پیروزمندانه خیش را به سوی عظمت و قدرت روزافزون کشور و به سوی ترقی و سعادت هرچه بیشتر مردم آن مصممانه دنبال خواهیم کرد ما به اتکای میراس پرشکوه کهن آینده ای باز پرشکوه تر از گذشته خواهیم ساخت من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر افتخار تر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز همچنان پر افتخار و افراشت به دست جانشین خود خواهد داد با وجود چون این تعهدات آشکاری معلوم نیست که شاه بشه دلیل توصیه صادقانی دکتر غلام حسین صدیقی مبنی برماندن در ایران توجه نکرد و ایران را ترک گفت یکی از خطهای مهم شاه این بوده که روحانیون را حامی خود می دانست و دست آنان را برای هر نوع فعالیتی باز گذاشته بود. آنان نیز از این فرصت استفاده کرده و تشکیلات مختلفی از قبیل مدارس مذهبی، انجمنهای اسلامی، حسینیه ها و غیره به وجود آوردند. در هنگام بروز بحران در سال 1356 و 1357 خورشیدی آیت الله روح الله خمینی از این تشکیلات گسترده استفاده کرد و در طول مدت اقامت خود در فرانسه با این عنوان که اسلام دموکرات است دست به فریب مردم ایران و رهبران دنیای آزاد زد در نتیجه شاه که از پشتیبان مردمی برخوردار نبود در 26 دی ماه 1357 ایران را ترک کرد آنگاه آیت الله خمینی که ایران را از رقبای سیاسی خالی دید به توصیه همفکرانش از فرصت بهره برد و در روز دوازده بهمن از پاریس به تهران وارد شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت سرانجام در روز 22 بهمن 1357 ابتدا ارتش اعلام بیطرفی کرد و سپس در همان روز حکومت خاندان پهلوی سقوط کرد به این ترتیب رژیم 2500 ساله شاهنشاهی به پایان رسید و حکومت واپسگرای جمهوری اسلامی جانشین آن گردید. بیش از چند ماه از استقلال جمهوری اسلامی نگذشته بود که مردم به عمق فاجعه ای که در کشور اتفاق افتاده بود پی بردند. مردمی که برای رفع مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انقلاب کرده بودند، اینک همان مردم آرزوی برگشت رژیم گذشته را که نام ایران را در جهان پر کرده و امکانات زیادی را در داخل و خارج کشور برای مردم فراهم آورده بود می کردند. در هر حال جمهوری اسلامی برای استقرار خود جنگ هشت ساله ای را بر مردم ایران و عراق تحمیل کرد و با پیاده کردن قوانین اسلامی چهارده قرن پیش رژیمی جبار و فاسد را مستقر ساخت و کشور را به ویرانی کشاند. محمد رضا شاه از طرف چپگرایان دست نشانده ای آمریکا و ژاندارم خلیج فارس نامیده میشد و هزینه یک گذاف برای تجهیز نیروهای مسلح ایران در مقابل ارتش تا دندان مسلح عراق را غیر ضروری می دانستند. در حالی که دسترسی به همان تجهیزات پیشرفته در نیروهای هوایی زمینی و دریایی ایران و نیز پرسنل کارآزموده آن باعث شد ایران بتواند نیروهای متجاوز عراقی را در مدت 576 روز در تاریخ 3 خرداد 1361 از خرمشهر بیرون کند اما این موفقیت برای سران رژیم کافی نبود و این جنگ بیحاصل و ویرانگر را به مدت هشت سال ادامه دادند تا از استقرار رژیم خود اطمینان پیدا کنند در این اثر سعی شده که رویدادهای تاریخی ایران از آغاز دودمان قاجار تا پایان دودمان پهلوی مرور گردد و آنچه در این دوران پرآشوب بر ایران گذشته شرح داده شود این کتاب سجلدی مشتمل بر پنج فصل و تعداد قابل ملاحظه پیوست می باشد. فصل اول اختصاص به دودمان قاجار داشته و فصل دوم رویدادهای دوران سلطنت رضا شاه را شرح می دهد. فصل سوم به دوران سلطنت محمد رضا از 25 شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 پرداخته و فصل چهارم به دوران سلطنت وی از 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 و سقوط رژیم شاهنشاهی ایران اختصاص داده شده است. سرانجام فصل پنجم به شرح بیماری دوران آوارگی و درگذشت محمد رضا شاه در مصر پرداخته و اشارات کوتاهی به عملکرد جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است. در پایان لازم میدانم از آقای سیروس رازقی پور که مسئولیت ویرایش این کتاب را تقبل فرمودند و زحمات و راهنمایی های سرورانی که نسخه اولیه این کتاب را مطالعه کرده و نظریات خود را ارائه دادند سامیمان تشکر کنم این بزرگواران عبارتند از محمد اکبر عشیق مهندس شاهروخ وزیری دکتر سید محمد ترابی دکتر منوچهر اسدی و دیگرانی که به دلایل شخصی نخواستند نامشان برده شود دوستان گرامی مقدمه به پایان رسید در ارتباط با همین مقدمه خدمتون ارز کنم که ایشون به درستی در واقع اظهار داشتند و گفتند و مدارکش هست که اندیشه ملی کردن نفت اندیشه آقای دکتر مصدق نبود بلکه بعدن بعد از اینکه تصویب شده ایشون در واقع مجری اون شد ولی ایرادی که اکثرا در کتابی که خدمتون تقدیم کردیم ملازم میفرمایید اینه که اگر در فلان گوشه مملکت ظلم میشه تقصیر شاه ولی اگر نفت ملی میشه کار یکی دیگه است در صورت که در دوره پادشاهی شخص خاصیه که نفت ملی میشه این داره حمایت میشه از این مسئله در کتاب بافتهای رنجه که خدمتون تقدیم خواهد شد نوشته یکی از توده ای های سابق از افسران حزب توده که داستان زیبایی اما اونجا هم باز این بی انصافی ها رو ملاحظه خواهید فرمود اما در مورد به کار بردن واژه کودتا تصور می کنم که جای تحقیق داره که آیا نخست وزیری که عزل شده بوده و حکم عزلش مطابق قانون به دستش رسیده اختیار داشته مجلس شما حل کنه و اختیار داشته که مثلا اگر به دستگیر شد اسمش رو کودتا بگذاریم علی میر فتروس که خودش از مخالفین پادشاهی بود و چپ بود و کتاب حلاج و کتاب های دیگر ایشون در سالهای انقلاب منتشر می شود. ایشون تحقیقی دارم در مورد اینکه حتی اینکه انگلیس و سازمان در برداشتن آقای مصدق دخالت داشتن واقعیت نداره در واقع سازمان سیا رئیسش گزارشی داده که فقط این رو خوش خوشخدمتی خودش به حساب بیاره کاری بوده در ایران انجام شده بنده نمیگم کدوم درسته کدوم غلطه فقط توجه میدم که مطالعه بفرمایید در مورد عوامل داخلی انقلاب که ایشون برشمردند البته اگر بپذیریم که اونا عوامل انقلاب بود الان باید در روز تقریبا صد بار در روز انقلاب بشه چون دلایل صدها برابر بیشتر الان وجود داره مثلا استناد فرمودن به توزیع ناعادلانه ثروت در صورت که وقتی ارزش قدرت خرید ریال بالا بوده اینو کسی نمیتونه انکار کنه و با توجه به قدرت خرید بالا همه مردم کم و بیش داشتن از مزایای ارزش ریال بهره میشدند کشور در مسیر رشد بود به قطعا به اون نقطه دلخواه نرسیده بود جشنهای 2500 ساله که خارج چشم بیشتر غربی ها بود و تخمین هزینه را هم اونها دادن بعدا در زیرنویسشون بزرگواری فرمودند و اشاره کردم که مخابرات اصلا با چون چیز وسیع بودی این مخابرات این مرکز راداری بود و همچنین برج شهیاد و تأسیسات دیگری که اشاره فرمودن وزیر نویس خدمتتون خوندم در مورد ثروت رزاشاه آقای عباس میلانی که تخصصی روی این مسئله کار کردن روی دوری رزاشاه و دوری پهلوی ایشون اقرار میکنند که به صلاح حتی از کسی با کسی که این گزارش ها رو میفرستاد از سفارت به لندن چون به حال رزاشاه اسیر انگلیس ها بود و داشتن از کشور می بردنش و در اون کشور یک نفر برای نمونه به پاس قدردانی یا قدرشناسی کلامی نگفته جز فحش و این انگلیسی گویا به آقای میلانی اینو تحقیق به خودتون تو توی یوتیوب هست که آقای میلانی میگه که اون خانم گفت که ما داشتیم این گزارش رو میدیدیم به عنوان پروپاگاندا ثروتی در کار نبوده چون دولت ایران بعدا گویا دنبال این بوده که این ثروتی که میگن رضا شاه داشت کجاست ما میخوایمش گفتن آقا این پروپاگاندا بود ما داشتیم میکردیم برای اینکه ایشون اسیر ما بود ثروتی در کار نیست و محمد علی فروغی هم در اولین جلسه مجلس بعد از به پادشاهی رسیدن محمد رضا شاه وصیت‌نامه رضا شاه رو که کل اموالش بخشیده بود به فرزندش برای اینکه برای مردم هزینه بشه کل داراییش رو در ایران در مجلس خوند که به دولت ایشون پادشاه ایران به دولت منتقل کرده و در مورد جواهرات سلطنتی هم که متاسفانه حتی در کتاب بزرگی مانند سال قدایت تحت تاثیر تبلیغات اون زمان اشاره میشه به خاطرات فرخ استناد میکنیم و باز به اینکه اصولا این جواهرات حتی در زمان رفتن پادشاه فقید ایران در ایران بود چه رسد به دوره رضا شاه البته اینا نکاتیه که بنده عرض میکنم فقط برای اینکه دقت بفرمایید و اگر علاقه داشتید مطالعه بفرمایید در موردش مثلا ایشون استناد کردن به کتاب آقای الله علم خاطرات علم علم خاطراتی زاهرا ننوشته اما حالا هر چیزی که از روی یادداشت های دربار چون وزیر دربار بوده برداشتند و نوشتند تصور نمی کنم قابل استناد باشی یا حتی تاریخ مصاحبه های تاریخ شفایی هاروارد هم به نظر بنده زیاد قابل اعتناد نیست به خاطر اینکه غربی ها کاری رو که کردند میخوان با این مصاحبه ها با افرادی که خودشون به پادشاه خیانت کردند و از ایران فراری شدند و بعد هم پشترش بدگویی کردند جای پای دخالت خارجی رو بروبنده این البته نظر شخصی بند است مطالعه بفرمایید تحقیق بفرمایید در هر کدوم از این موارد که بنده نادان عرض می کنم